دست دختر جوان رو به دست گرفت و فشرد و ادامه داد: خب کجا بریم؟ کیاندوخ گفت: مادر، کالابریا که دیگه نمیشه بریم، دیر شده، مسیر نسبتاً طولانیه و بنابراین همینجا بمونیم و اطراف رو بگردیم. با هم به موزه سکه رفتند و بعد از اون شهر بازی و نمایش عروسکی و کلی گشتند. واقعا میشد 3 روز تمام توی اون منطقه بود و هیچ چیز تکراری ندید. به هیچ عنوانی احساس خستگی نمی کردن. اما خب ساعت 9 شب رو نشون میداد و باید برمیگشتن. تاکسی گرفتن و آدرس هتل رو دادن و راه افتادن. توی راه استراحت کردن. هیچ کدوم هیچ حرفی با هم نزدن. به هتل که رسیدن متوجه شدن خان توی لابی به انتظار نشسته. کیاندوخ پا تند کرد و از پشت چشمای خان رو گرفت، روشو بوسید. خان هم با عشق و محبت دستان دختر یکی یه دونش رو به پایین و سمت لبها کشید و کف دست رو بوسه ای زد. کیاندوخ روی پدر رو بوسید و کنارش نشست. شاهسنم رسید و با سلام خسته نباشید و لبخندی عاشقانه پذیرای شوهرش شد. خان رو به اونها گفت: چه خبر؟ خوش گذشت؟ خانم جان با لحن و حسی که هم همسر و هم دختر کمتر از اون دیده بودن با هیجان شروع کرد به تعریف کردن اپرا. برای اون کل روز فقط همون چند ساعت زیبا بود، یا شاید بگم کل سفر برای اون اهمیتی نداشت و فقط اون کافه دلش رو برده بود. خان که همسرش رو تو اون حالت میدید و ذوقش رو به جون میخرید، بی صدا و حتی پلک زدن به صدای زنش گوش میداد، حرکاتش رو با دقت نگاه میکرد. پس از چند دقیقه زن صحبت رو به پایان رسوند و خان رو به دختر گفت: آفرین بابا، آفرین به تو، مادرت رو اینطور خوشحال کردی. سالها بود که اون رو این شکلی ندیده بودم، درست مثل وقتی 20 ساله بود و حرف میزد. کیاندوخ تایید کرد و گفت: واقعا همینطوره، کل زمانی که اونجا بودیم خانم جان چشم بسته فقط گوش میکرد و لبخند میزد، لبخندی که نشان از لذت بود، در سکوت کامل به سر میبرد. خان بابا باورتون میشه؟ خانم جان خنده ای کرد و گفت: بسه بسه، حالا منو زیر نظر گرفتید. لبخندی زدن و شاسنم گفت: بنام خان، شما چه خبر؟ شیری یا روبا؟ خان گفت: قرارداد بسته شد و قرارها گذاشته شد. قرار شد برای 3 هفته دیگه بارها رو براشون بفرستم، تا اون موقع هم خودشون برنامه ارسال هوایی رو جفت و جور میکنن، کارها با خودشونه. خب پس خدا رو شکر، مبارک باشه. کیاندوخ که از لبای برچیدش کاملا معلوم بود که ناراحته که باید برگردم، با صدای خام به خودش اومد: اما بر نمیگردیم ایران؟ کیاندوخ سریع به خودش اومد، به لبهای پدر خیره شد تا همه حرفشو دقیق بشنوه: بله بر نمیگردیم و 2 روز دیگه که خودم هم هستم در اختیار کیاندوخ خانم هستیم و هر جا امر کنن میریم. امشبم آخر شب توی سالن معروفی که اسمش را پرایوته میزی رزرو کردم برای تولد شاه صنم خاتون که از اپرا لذت ببره و امروزش رو کامل کنه. کیاندوخ رو به پدر با ذوق و شادی بی‌بس تشکر و خوشحالی کرد. شاه صنم هم ممنونی گفت که با حالت و ذوق چشماش و قندی که تو دلش آب می‌کردم فرق داشت. تو حالت متفاوت بود که از دید مردش پنهان نموند. همگی به صرف شام رفتن و بعد از شام برای تعویض لباس و پوشیدن لباس رسمی به اتاق رفتن. بعدش هم راهی سالن شدن. فصل 6، بهنام خان. فردای اون روز روز خوبی بود، چون قرار بود خان هم با مادر و دختر هم سفر بشه. بعد از صبحانه کیاندوخ پیشنهاد دیروز رو برای منطقه ساحلی به پدر هم داد و همه موافقت کردن. به راننده ای آدرس داد و به راه افتادن. پس از طی کردن یه مسیر طولانی بالاخره به مقصد رسیدن. الحق که زیبا و دیدنی بود. لباس‌های خنک پوشیده بودن، اما هوا به دلیل وجود دریا کاملا شرجی بود. به سمت ساحل رفتن و یکی از پلاژها رو انتخاب کردن که موسیقی به صورت زنده در حال اجرا بود. عده‌ای شنا می‌کردن، عده‌ای از آفتاب لذت می‌بردن و عده‌ای هم مثل این خانواده دور میز و صندلی نشسته بودن که بعد سفارش دادن شیک‌های تگری که پیشنهاد خام بود، کیاندوخ رو به مادر گفت: مادر جان، میشه ادامه حرفای دیروز رو بگید؟ خانم جان زود گفت: وای دختر، تو چقدر کنجکاوی. نه بابا، لذت ببر از فضا، این همه رو اومدین. کیاندوخ زود گفت: مادر جان، چه لذتی مثلا ببرم؟ برم شنا کنم یا آفتاب بگیرم؟
لذت من کنار شما بودنه دیگه. خان که تا الان فقط داشت گوش میکرد گفت چی میگید مادر دختر؟ کیاندخت دوباره نگاهی به پدر کرد و گفت خان از روز اول خانم جان برای من زیبا و دقیق از خاطرات نوجوانی و آشنایی و ازدواج با شما میگه. حالا که رسیدیم به روزی که قراره برای خرید عروسی و کت و شلوار برید ناز کرد و نمیگه. خان گفت آره شاسنم، چی شده یاد گذشته کردی؟ عوض شدی یا؟ این سفر چقدر تو رو تغییر داده. من میدونستم اینجوری زودتر به ایتالیا میومدم. عیبی نداره بابا جان، الان من برات تعریف میکنم. شاید به قشنگ شاسنم نگم، اما منم خوب اون روزای خوب و شیرین رو به یاد دارم. راستش صبح روزی که قرار بود برای خرید لباس عروس و باقی کارها که تقریبا آخراش بود بریم، تلفن خونه زنگ خورد و خودم گوشی رو جواب دادم. صدای اونور خط رو اول نشناختم. کمی که حرف زدم گفتم مهدی خودتی؟ کجایی پسر؟ گفت بینم شناختی بالاخره؟ گفتم آره بابا، چطوری؟ کجایی تو؟ اصلا معلومه؟ گفت چند هفته است که ازدواج کردم و به تهران اومدم. بهنام گفت ای نامرد، اومدی تهران الان میگی؟ ازدواج کردی و ما رو عروسی دعوت نکردی؟ مهدی بهم گفت نه داداش، چه عروسی، جشن نگرفتیم، عقد کردیم و رفتیم حرم امام رضا، اومدیم سر زندگی و این داستاناش. پولمون کجا بود که عروسی بگیریم؟ هر دو خندیدند و مهدی که دوست هم خدمتی من بود، یه سالی میشد که ازش بیخبر بودم، گفت تو کی میخوای قاطی مرغا بشی تنبل؟ گفتم اتفاقا میخواستم زنگ بزنم دعوتت کنم. حالا که اینجایی و خودت زنگ زدی چه بهتر. راستش منم نامزد کردم و هفته بعد مراسم عروسیمه، بیا اینوری ببینمت، هم کارتو ببر هم ببینیم همو. گفت به به، مبارکه، به سلامتی داداش، همین امروز میام. گفتم نه نه داداش، امروز نیا، دارم میرم برای خرید کارت عروسی و لباس عروس، فردا بیا. مهدی گفت بله دیگه، عیان و اشراف پادگان باید کارت عروسی هم بخره. و قاه قاه خندید و ادامه داد داداش پس برات یه کادوی خوب و به یاد ماندنی دارم. گفتم نه بابا، این حرفا چیه؟ میخوام خودت کنارم باشی و ساخت دوشم. گفت داداش کادوی من فرق داره. راستش چند وقتیه که دوربین فیلمبرداری خریدم و میخوام یه مغازه بگیرم برای همین کارا، از مراسم عروسی های مردم فیلم بگیرم و روزای خوبشون رو خاطره کنم که برای همیشه جاودان بشه. خیلی خوشم اومد، آخه اون روزا این چیزا خیلی باب نبود، اگرم بود مال اعیان و اشراف بود. تشکر جانانه کردم و قرار شد فردا بیاد. گوشی رو قطع کردم و دیدم همه حاضر آماده منتظر من هستن. چون مسیر طولانی بود ماشین رو روشن کردم و قرار بود شهریار هم ماشین بیاره. توی راه دل تو دلم نبود که این خبر رو به شاهسنم و بعدش فرح بدم، اما شیطنتم گل کرد و گفتم بذار همون روز به قول امروزی ها سپرایزشون کنم. دم در بوق زدم، اونا هم حاضر و آماده بیرون اومدن. عزیز گفت فرح برو تو ماشین شوهرت، بذار شاهسنم بیاد پیش ما. خوشحال شدم از نظر عزیز و فرح رفت و شاهسنم اومد. بعد از سلام علیک و تعریف و تمجیدای عزیز از عروسش را افتادیم و رفتیم. به مقصد که رسیدیم خیابون پر بود از مغازه‌هایی که لباس عروس داشت و چند تایی هم کت و شلوار فروشی که واقعا هم مغازه‌های خوبی بودن. اون زمان اجناس فرنگی داشتن. همینطور که میگشتیم شاسنم گفت عزیز جون این چطوره؟ فهمیدم منظورش از عزیز جون منم. اونم که مثل من فکر میکرد به من گفته، گفت بهنام تو بگو چطوره؟ گفتم زیباست، هر طور خود شما دوست دارید. شاسنم که سلیقش کاملا معلوم بود و وقتی چیزی رو میگفت خوبه حتما پسندیده بود، رو به مادر جون گفت شما هم بگید دیگه بچه ها. مادر جون، ملک تاج گفت راستش قشنگه، بریم بپوش ببینیم. همگی به داخل رفتیم، لباس عروس رو گرفت و با ماهمنیر رفت که بپوشه. بعد از 10 دقیقه ماهمنیر گفت مادر جون، ساره خانم بیایید ببینید. مادر جون رو به من گفت تو برو مادر، دوتایی پسند کنید، بعد ما هم میبینیم. ذوق زده از نظر مادر جون به سمت پرده رفتم. داخل که شدم چشمام و دهنم همزمان باز موند، باورم نمیشد این مجسمه خوشتراش روبروم تا چند روز دیگه برای من میشد. فکرشم منو به پرواز در می آورد. شاهسنم توی اون لباس شبیه فرشته ها شده بود، دامن چیندار، یقه‌ای که با تور پوشیده شده بود، آستین های پفدار که تا مچ دست تور بود، پوست سفید و روشن، چشمای آبیش هوش از سرم می برد. صدای اون منو به خودم آورد. کجایی آقا بهنام؟ خوبه به نظرت؟
خسته شدم. قشنگ نیست؟ باشه باشه الان درش میارم. سری گفتم نه نه شاهسنم، این عالیه، واقعا زیبا شدی. لبخند شیرین و پر از مهری زد و گفت بقیه‌رم صدا کن ببینن. گفتم نه من دیدم، همینو میخریم، درش بیار، نمیخوام بقیه الان ببینن، بذار غافلگیر بشن و همون روز عروسی چشمشون به جمال پری من روشن بشه. خندید و باشه گفت و بیرون اومدم. تا لباسش رو عوض کنه به خانم فروشنده گفتم همونو بپیچید. شاهسنم اومد بیرون. همه گفتن وا درآوردی؟ ما ندیدیم که. خنده ایش طرنطامیزی کرد و گفت نه خیر، به این راحتی ها نیست، روز عروسی رو نما میدید بعد میبینید. خوشم اومد که نگفت من نخواستم بقیه ببینن. همه لبخند زدن و رو به فرح گفتم تو چیزی نپسندیدی خواهر؟ گفت نه داداش راستش چیزی ندیدم. مادر جون گفت فدای سرت، میریم جای دیگه، حتما چیزی میبینی. لباسو برداشتیم و رفتیم. یکم اونورتر کت و شلوار من و شهریار رو هم خریدیم. حالا مونده بود لباس فرح که یکم جلوتر چیزی دید و بقیه رو صدا زد. مثل مال ما عزیز شهریار رو فرستاد و اونم لباسش رو خرید. تاج و توری رو دید و اونم برداشت. به شاهسنم گفتم پس تاج و تور تو چی؟ گفت وای بهنام، اصلا یادم نبود. همونجا چیزی انتخاب کرد و روی سرش گذاشت. باز هم زیباتر شد، حتی از روی حجاب. یه تور بلند انتخاب کرد که خوب یادمه که روی سرش شبیه تل یه ردیف شکوفه داشت و خیلی زیبا بود. دل تو دلم نبود که با اون لباس و تاج و تور ببینمش. بعد از کمی گشتن پرسون پرسون به ته خیابون رسیدیم که میگفتن اونجا کارت عروسی چاپ میکنن. رفتیم داخل و چند مدل کارت برامون آوردن. میخواستیم هر کدوم جدا کارت بگیریم، اما شهریار پیشنهاد داد که کارت رو هم مثل همه چی یکی بگیریم. هم از پیشنهادش خوشمون اومد. یه مدل که عکس عروس دوماد و حلقه داشت جالب بود، مثل حالا این همه ادا و اصول نداشت، کلن 4-5 تر بود. مرد فروشنده اسما و فامیلی هامونو پرسید. من اسم خودم و فامیلی شاهسنم رو گفتم. شاهسنم با نگاه خیره عصبانی گفت اسم من چی پس؟ عزیز جون گفت دخترم خوب نیست آدم اسم زنش رو روی کارت بنویسه و همه بفهمن اسمش چیه. شاهسنم گفت عزیز جون هر کی میاد توی مجلس میفهمه دیگه. ملک تاج و ماهمنیر تعجب کرده بودن، اما شاهسنم ناراحت بود. چاره ای نبود، من دوست نداشتم اسم اون روی کارت باشه. دوستای پدرجانم همه از بازار و کل محله دعوت بودن، دوست نداشتم. خب شهریار اسم خودشو فرح و گفت، اما فرح جدی و آروم گفت نه آقا شهریار، همون معتمدی بزنید کافیه. شهریار گفت از نظر من موردی نداره، اما فرح گفت نه دوست ندارم. به هر حال هم محلی ها و غریبه هایی هم هستن که دلم نمیخواد اسم منو بدونن. شاهسنم انگار کمی قانع شده بود، اما چهرش هنوز جمع و جور بود و چشماش دیگه اون برق رضایت رو نداشت. خریدها تموم شد و دیگه هیچ کاری نمونده بود. تو راه برگشت به یک کبابی سر خیابون رفتیم. همه شروع به خوردن شام کردیم. همه میگفتن و میخندیدن، اما صنم من با غذاش بازی میکرد و تو خودش بود. آروم به گوشش گفتم صنم خاتونم چرا نمیخوری؟ گفت سیرم. گفتم من میخوام اسم همسرم هم مثل خودش برای من باشه، فقط برای من. صنم گفت اما این کار یه شکلیه، انگار من چون زنم باید پنهان باشم، به خاطر یه اسم به من توهین میشه و من خیلی ناراحتم. حس میکنم غرورم شکسته و واقعا توقع نداشتم. هر چیزی حدی داره. بهنام جان گفتی چادر، خودم هم دوست داشتم و کار بدم و قبول کردم و تصحیح کردم، اما این دیگه نه. من جایی بزرگ شدم و پدری دارم که بین دختر و پسرهاش هیچ فرقی نذاشته. گفتم سنم جان منم اینطوری میخوام، ما اینطور هستیم. تو با علم این که ما مذهبی هستیم منو قبول کردی؟ گفت آره، اما اسم دیگه نه واقعا. این شد اولین بحث من و سنم. شاهسنم حرف همسرش رو قطع کرد و گفت در واقع اونجا بود که فهمیدم مسئله فقط چادر نیست و مسائل پیشروی میکنند و چیزهای بیشتری هم هست که قراره باهاش روبرو بشم، و دیگه این بحثو ادامه ندادم چون میدونستم چیزی تغییر نمیکنه. اما از اون روز به بعد یه لکه از بهنام دوست داشتنی خودم روی قلبم موند و هرگز پاک نشد. بفرمایید بهنام خان باقیشو بگید. خلاصه به خونه برگشتیم و باقی کارا به آقایون ربط داشت. همسایه‌ای داشتیم که فرنگ رفته بود و آرایشگر بود. قرار شد عروس‌ها اونجا برن. سنم رفت، اما اگر زنگ می‌زدم دختر یا مادر جون می‌گفتن خوابه یا می‌گفتن حمومه. دو سه روزی جواب نداد. فرح اونجا بود، رفتم اونجا و گفتم با فرح کار دارم. گفتم فرح سنم خوابه؟ گفت نمی‌دونم. گفتم حموم بود؟ گفت حواسم نبود. خلاصه از فرهم نشد حرفی بکشم. میدونستم که کاملا میدونه، اما نمیخواست این وسط آتیش بیاره معرکه بشه، اون کسی باشه که خبر میبره و میاره.
با فرح یا لاگویان وارد خونه شدم. با همه سلام علیک کردم و گفتم شاه صنم کجاست؟ گفتن تو اتاق. گفتم اجازه هست؟ مادر جون سری تکون داد. اونا هرگز تو هیچی بین من و شاه صنم یا شهریار فرح دخالت نمی کردن، نظری نمی دادن، هرگز، حتی همین الان. به سمت اتاق رفتم و در زدم. شاه صنم با صدای بلندی گفت گفتم که نمی خورم. ماه منیر برو، می خوام تنها باشم. آروم گفتم صنم جان منم، میشه بیام داخل؟ صدای هینش رو شنیدم که از خجالت بود. داخل اتاق شدم، چشماش سرخ بود، معلوم بود گریه کرده. رفتم به سمتش و گفتم عمر من چی شده؟ چرا اینجوری میکنی با خودت؟ اصلا ما کارت عروسی پخش نمیکنیم، همه رو تلفنی دعوت میکنیم. یهو ناباورانه زد زیر گریه و باورم نمیشد، نفسم داشت بند میومد. تا حالا گریهشو ندیده بودم، اونم به این شکل. بدون اینکه ازش اجازه بگیرم بغلش کردم و گفتم نکن با خودت صنم، حرف بزن با من، چرا اینجوری میکنی؟ بریده بریده میون گریه هاش گفت من قلبم شکسته، باورم نمیشه که اسم من هم باید مثل خودم پنهان باشه. من اصلا طاقتشو ندارم، این یعنی ممکنه خودم هم دوباره پنهان کنی. من نمیخوام پشت صحنه زندگی باشم. با شدت بیشتری گریه کرد. دلم داشت آتیش میگرفت، اما اون درست میگفت. ممکن بود جایی لازم باشه پنهان باشه از نگاه‌های بد، حتی از آدم‌هایی که ممکن بود مجبور باشم باهاشون مراوده کنم، اما درست نباشن از لحاظ چشم پاک بودن و نبودن. گفتم خانومم درسته، همینطوره که میگی، ممکنه گاهی خودتو هم پنهان کنم. با تعجب نگاهم کرد و گفت منظورت چیه؟ گفتم شاه صنم میشه اشکاتو پاک کنی و به هم گوش بدی؟ گفت بله. نگاهی به دور و بر انداختم و گلدون حسن و یوسف زیبایی که گوشه اتاقش پشت پنجره داشت و میدونستم شاه صنم دوستش داره و بهش خیلی میرسه دیدم. به طرفش رفتم و گفتم شاه صنم جانم چقدر این گلدون برات مهمه؟ کمی مکس کرد و گفت خب آقا جونم اونو برای من خریده، من بهش میرسم، دلم میسوزه اگه خراب بشه. گفتم اگه بهت بگن آفتاب براش بده و خرابش میکنه چه میکنی؟ گفت خب از پشت پنجره برش میدارم و نمیذارم آفتاب بهش بخوره. گفتم خب همینه خانومم، ببین من و تو قراره همیشه با هم باشیم، مگه نه؟ گفت اوهم. گفتم خب حالا فکر کن من با عده‌ای قرار دارم و باید تو هم باشی، اما اونا آدمای درستی نیستن و تو زیبایی و خوشقد و بالایی، اونا تو رو ببینن و نگاه بد بهت کنن. من طاقت میارم؟ گفت معلومه که نه. گفتم اینجاست که پنهانت میکنم، حتی تو فامیل اگر بدونم کسی نگاهش درست نیست پنهانت میکنم. بین بازاریا همیشه یه رقابتی هست که گاهی خوب مسائلی پیش میاد. حالا فکر کن با من یا پدرجان مشکلی داشته باشن، هر جا اسم تو رو بیارن که مثلا ما رو خراب کنن، تو خوشت میاد؟ گفت معلومه که نه. گفتم صنم خانومم من اسم شما رو از این آدم ها پنهان میکنم، خودتو رو هم، نه برادر و پسر خاله و پسر دایی سالم خودم و خودت. گله من نمیشه نباشن، نمیدونیم در آینده هم چی میشه، پس بهتر که مراقب عزیزانمون باشیم، درست نمیگم؟ با چهره نادم و قانع سر به زیر انداخت و گفت درست میگی. گفتم حالا بخند. نگاهم کرد و زیباترین خنده عمرش رو به من هدیه داد و آروم شد. کنارش رفتم و گفتم هیچ وقت اینجوری گریه نکن، چون یقین دارم طاقت نمیارم و ممکنه بمیرم، خدا نکنه. ای گفت و از اتاق بیرون پیش بقیه که تو ایوون نشسته بودن رفتیم و گفتیم و خندیدیم. فصل هفتم. بهنام خان گفت بله اینم از این دخترم. خانم جان تو فکر بود، حتما به اون روزها فکر میکرد. کیاندخ گفت خان چقدر خوب شد که همون روز همه چیزو حل کردید، ممکن بود همه چیز خراب بشه یا خانم جان حتی از شدت رنج مریض بشه، مگه نه؟ خان گفت دخترم من عاشق بودم، طاقت نداشتم ناراحت بشه، مثل همین حالا، اما چاره ای نبود، هم از طرف خانواده هم خودم تو بعضی مسائل مجبور بودم باهاش مخالفت کنم. و اینم بگم که حق با مادرت بود، چون اون تو خانواده‌ای بزرگ شده بود که اون زمان خیلی کم بود، یا اگرم بود ما هرگز ندیده بودیم جز تو فیلم‌ها. داستان زیاد داشتیم دیگه سر این مسائل. مادرت به پسر خاله‌اش دست می‌داد، بگو به خنده‌ی آنچنانی می‌کرد که من واقعاً درست نمی‌دونستم، اما برای اون چون بی‌منظور بود عادی بود و مدام در حال توضیح دادن بودم. فکر می‌کنم 3 سالی طول کشید که مادرت با خواست خودش به کلاس قرآن و اینجور داستانا رفت. اونجا نماز و قرآن رو یاد گرفت و کم کم با مسائل دینی آشنا شد و بعد اون خودش مراقب همه چیز بود و منم یه نفس راحتی کشیدم. اما باید بگم تنها مسئله‌ای که ما اون سالا داشتیم همین بود و هرگز تا به همین امروز یاد ندارم سر چیز دیگه با هم بحث کرده باشیم. درسته صنم خاتون؟ خانم جان لبخندی زد و گفت بله درسته خان.
گفت خب بگذریم خانم لیدر، کجا بریم؟ کیاندوخ گفت خان همین اطراف دوتا موزه است که پیاده میشه رفت، بعد اون با ماشین 10 دقیقه فاصله عمارت‌های زیبا هست، هر کدوم شما میگید بریم. خان گفت همه رو میریم، وقت زیاده، اول به موزه ها بریم و بعد میریم به دیدن عمارت‌ها، خوبه؟ دختر گفت بله خان، عالیه، ممنونم. 3 نفری به راه افتادن. کیاندوخ عقب‌تر میرفت و تو فکر بود. با خودش میگفت واقعا دو دنیای مختلف با هم یکی شدن، چقدر برای هر دوشون سخت بوده رعایت حال هم. یعنی اگر این دور زمونه بود، عشق میتونست دختری رو با این شرایط پایبند نگه داره و بعد 21 سال همون قدر عاشق و مطیع و با احترام بمونه؟ اصلا خود من اگر باشم میتونم کنار بیام؟ نه هرگز، اصلا نمیخوام که اینجوری بشه. خانم جان حق داشت که به هم میگفت تا عاشق نشدی ازدواج نکن، یا اگه عاشق نشدی هرگز ازدواج نکن. اون برای همین گفت اگر عاشق نبود هرگز این چیزها رو تحمل نمی کرد و همون موقع وقتی اسمش رو کارت عروسی نبود جدا می شد و پا رو همه چیز می زاشت. با خانواده‌ای که اون داشت قطعا بی هیچ مخالفتی اون رو می پذیرفتن. همینطور که تو فکر بود با صدای خام به خودش اومد، رسیده بودن و باید به اون طرف خیابون می رفتن. داخل شدن و از موزه دیدن کردن. موزه مربوط به جنگ جهانی اول بود و غنایم جنگی و این چیزا داشت که علاقه دختر جوان نبود. خیلی زود و سری دیدن و به موزه دیگه رفتن. این موزه مربوط به شاه و امپراتوری ایتالیا بود و جذاب، از لباس و جواهر بگیر تا تابلوهای نقاشی و چیزهای خاص. اون رو هم دیدن و بیرون اومدن، ماشین گرفتن و به سمت عمارت‌ها رفتن و کلی عکس گرفتن و دیدن. به راه افتادن. خان گفت کجا بریم؟ کیاندوخ گفت هر چه شما میگیم بریم. گفت پس بریم دوری بزنیم، خریدی کنیم. راه افتادن و به سمت شهر رفتن و پاساژها رو دیدن کردن. کمی خرید کردن، یکم سوغاتی خریدن و خان گفت کیاندوخ جای دیگه هست که بخوای ببینی؟ گفت راستش خان هست، یعنی برای دیدن اینجا و شهرهای مختلف نیاز به ماه‌ها دارم، اما درک میکنم که کار دارید و باید هرچه زودتر برگردیم، پس گردنم از مو باریک تره. برگردیم، اما قول بدید که دوباره ما رو به اینجا بیارید تا همه جا رو بگردیم. خان چشمی گفت و قول داد. کیاندوخت اگر میدونست وقتی برگرده چه چیزهایی در انتظارش و خوشبختی قراره بهش پشت کنه، هرگز بر نمیگشت و برای ابد همونجا میموند. بالاخره فردا شد و برای رفتن آماده شدن. خان برای هماهنگی پرواز به دفتر هواپیمایی هتل رفته بود و بالا اومد و گفت خدا رو شکر همه چی درست شد، ساعت 4 پروازمونه، چشم به هم بذاریم وقت رفتنه، بریم گشتی بزنیم و نهاری بخوریم، بعدم بریم فرودگاه. بعد از جمع کردن چمدونا به پایین رفتن و اونا رو تحویل اتاق بار هتل دادن. راه افتادن و کمی گشت و گذار کردن، بازم کمی خرید و زمان میگذشت. وقت نهار رسید، نهارشون رو هم خوردن و برگشتن، لوازم رو از هتل گرفتن، ماشینی گرفتن و به سمت فرودگاه راه افتادن. برای کیاندوخت این سفر با همه سفرها فرق داشت. اون با پدر مادرش جاهای زیادی رفته بود، شده بود که به خاطر مدرسش بمونه پیش مادر جونش تا پدر و مادر برن و بیان، اما خیلی جاها با اونها بود. اما تو این سفر مادرش براش از گذشته گفته بود، گذشته‌ای که تو این 20 سال هرگز دربارش حرفی نزده بود و هر بار کیاندوخت درباره فرق خانواده پدری و مادری سوال کرده بود، خانم جانش گفته بود دخترم خب هر آدمی یه شکلیه، اونا اینطورین، ما هم اینطوری، نمیشه که همه مثل هم باشن. درباره خودش هم همیشه میگفت به خاطر ازدواج و احترام به خانواده پدرش، خودش خواسته بود که با حجاب باشه، اونا هم استقبال کرده بودن. اما تو این سفر همه اینا باز شد و قطعا مادر و پدرش بازم بقیه رو براش خواهند گفت. کیاندوخ چیزهای زیادی در مادرش دیده بود که براش سوال بود و باید به جواب میرسید. از اون طرف هم که ایتالیا کشوری بود که اون همیشه عاشقش بود و میگفت اگر روزی بخواد مهاجرت کنه قطعا انتخابش اونجاست، کشور هنر و هنرمندان و موسیقی. کلی عکس و خاطره و چیز برای تعریف کردن داشت که دختر خاله ها و دوستاش هم از این همه لذت فیض ببرن. با لبخندی که روی لبش از فکر توی سرش به لبش اومده بود، از فکر بیرون اومد و سرش رو به صندلی تکیه داد. اما همین که چشماشو بست، ماشین ایستاد و این یعنی به فرودگاه رسیدن. هنوز 2 ساعتی تا پرواز مونده بود. به داخل رفتن، کاراشون رو انجام دادن و همونطور که گفتیم کیاندوخ عاشق فرودگاه بود. به سمت فریشاپ رفت و عطرا رو تست کرد. 2-3 تاشو دوست داشت اما پول نداشت. تو همین فکرها بود که پدرش از اونجا که عادت دخترش رو میدونست و علاقه شدید اون رو به عطر و نداشتن پول به سمتش رفت. دختر لبخندی از سر خوشی به پدرش زد و بهش عطرا رو نشون داد. خان با حوصله و مهربونی نظر میداد و به دختر گفت برای مادرت هم انتخاب کن. چشمی گفت و عطرایی که میخواست و برداشت. خان صداش کرد و بهش چند تا ساعت نشون داد. گفت اینا هم خوشگلن، برندهای معروفی هستن. چیزی میخوای؟ بردار، من میخوام اینو برای خودم بردارم.
افکیاندوخ گفت خان این یکی رو بردارین، این یکم پیرمردیه ها، به شما نمیاد. خان گفت واقعا؟ دختر گفت بله واقعا. برای خودتون اینو بردارید، هم به سنتون میاد هم خیلی مده. منم اینو دوست دارم، ساعت تیسوت هم ندارم. خان گفت پس مادرت چی؟ کیاندوخ از این که خان همیشه فکر مادرش بود ذوق میکرد و به پدرش افتخار میکرد، برای مادرش هم ساعت زیبایی انتخاب کرد و بعد از حساب کردن به سمت غرفه های دیگه رفتن. کلی شکلات و خوراکی برای خودش و دوستاش خرید و به سمت مادرش رفتن. وسایلی که خریده بودن نشون داد مادر جانش درست از عطری که برای خودش بود خوشش اومد و کیاندوخ گفت خان اینو برای شما خریده و این. بعد ساعت رو به دستش داد. جبر رو که باز کرد چشمش برق زد، واقعا زیبا بود و ظریف. رو به همسرش نگاه کرد و گفت خیلی خوشگله، عطر هم خوشبوه. ممنون عزیزم، زحمت کشیدی. خان گفت قابل شما رو نداره عزیز دلم. رو به کیاندوخ گفت ساعت منم بده شاسنم ببینه. کیاندوخ ساعت خودش و خان رو به مادرش نشون داد. خیلی خوشگله، مبارکتون باشه. عطرهاشو هم نشون داد و گفت اگر هر کدومو دوست داشتید بردارید خانم جان. گفت ممنون عزیزم، مال خودم خوبه، مال شما هم هست، اگر بخوام از اتاقت برمیدارم. کیاندوخ گفت همینطوره، باشه خانم جانم. بالاخره ساعت پرواز رسید، البته با کمی تأخیر به سمت گیت رفتن و سوار هواپیما شدن و با شوق به سمت ایران راه افتادن. توی هواپیما کمی به عکس‌ها نگاه کرد و بعدم مثل پدر مادرش به خواب رفت تا شاید زودتر برسن و دیداری تازه کنه با همه. دلش برای همه چیز تنگ شده بود. فصل هشتم. با صدای خلبان که میگفت خانم ها آقایان، همکنون در آسمان کشور عزیزمون ایران هستیم. هوای تهران همکنون 38 درجه سانتیگراد میباشد و کمی بعد هواپیما به روی زمین فرودگاه امام خمینی مینشیند. چشماشو باز کرد و از بالا پایین رو نگاه کرد. پدر و مادرش بیدار بودن و مشغول صحبت کردن. نگاهی به اونا کرد و سلام داد. هر دو با روی باز سلام دختر رو پاسخ دادن و هواپیما نشست. پس از چند دقیقه هواپیما رو ترک کردن و برای گرفتن ساکا رفتن و بعد هم بیرون اومدن. هوا خیلی گرم بود. خان سمت پارکینگ رفت تا ماشین رو بیاره. کمی بعد به سمت خونه راه افتادن. کیاندوخت از اونجایی که دختر مهربون و احساسی بود، دلش برای همه تنگ شده بود و خوشحال از بازگشت بود. تلفن خانم جان زنگ خورد. از لحن صحبت متوجه شدن که عزیز جون پشت خطه و بعد از قطع کردن به خان گفت برو به خونه عزیز جون، همه اونجا هستن و برای شام منتظر. خان با اون که خسته بود و میدونست که در این مواقع دلش حمام و خواب میخواد، اما چشمی گفت و به راهش ادامه داد. به خونه عزیز جون که رسیدن با وارد شدن به حیاط، عطر گل‌های یاس روی دیوار، سر و صدای بچه‌ها همه رو سر شوق آورد. خستگی از تنشون برد. بعد از سلام و احوالپرسی با همه، عزیز جون که آن دختر که نوه اول یکی یک دونش بود به آغوش کشید، تمام صورتش رو غرق بوسه کرد. عموها و زنموها و پسر و دختر عموها هم همه کلی خوشو بش کردن. بچه‌ها سری به ایوون که مثل همیشه فرشی روش پهن بود رفتن. کیاندوخت عکس‌ها رو بهشون نشون میداد و کامل توضیح میداد که اونجا کجاست و چیا داره، حتی چرا اسمش رو این گذاشتن. میگفت انقدر زیبا و شیرین و خوشقلب بود و آهسته و با ناز حرف میزد که همه محو صحبت کردنش بودن، با جان و دل گوش میدادن. یکم بعد همه مشغول پهن کردن سفره شدن. کیاندوخت دید عزیز جونش بشقاب به دست میاد، سری از جا پرید و به سمتش رفت. کیاندوخت عاشق و دلباخته عزیز جون و پدر بزرگش بود. اون تمام وقتهایی که پدر و مادرش نبودن و مجبور بودن به خاطر مدرسه و درس و کلاس باهاشون نره، پیش اونا بود. عزیز جون همدمش بود و همیشه اگر پسر و عروسش بودن هم کیاندوخت رو پیش خودش می آورد. سر سفره عموی بزرگش گفت خب جانه عمو، خوش گذشت؟ کیاندوخت گفت عالی بود عمو جونم، کاش یه بار همه با هم بریم. عمو گفت ای دختر، شما جهان گردید، ما رو چه به این سفرها. با خنده و شوخی گفت یادم از پاریس که اومدی هم همینا رو گفتی. همه خندیدن و گفتن خب چی کار کنه، میخواسته تو حسودی نکنی. عمو گفت خبر خوش دارم دخترم. کیاندوخت گفت جانم عمو، گفت دانشگاه قبول شدی و دو رشته و دو دانشگاه خوب. کیاندوخت برقی به چشمش افتاد و گفت واقعا عمو، اصلا یاد نتایج نبودم. عمو گفت بله. همه بهش تبریک گفتن و بعدش گفت خب عمو جان میگفتی؟ گفت علوم سیاسی دانشگاه تهران اولیشه. کیاندوخت چهرش به هم پیچید. خان خوشحال و راضی تازه تبریک گفت. این رشته ای بود که مجبور بود بزنه به خاطر پدرش، چون اون گفته بود یا الهیات یا سیاسی و اون علوم سیاسی رو ترجیح داده بود. ناامید گفت بعدی چی عمو؟ گفت دانشگاه هنر تهران با رتبه عالی، که البته قطعا انتخاب تو علوم سیاسی و دانشگاه تهران دیگه. همه میدونن هنر تو این خانواده جایی نداره. نگاهی به خانم جان کرد، اونم مثل دخترش میدونست که باید بره دانشگاه تهران. گفت نه عمو، اتفاقا میخوام برم هنر و تازه موسیقی بخونم.
سگرمه های همه توی هم رفت. عزیز جون گفت هرچی دلت میخواد بخون مادر جون، مبارکت باشه عزیزکم. دایی شهریار گفت آره دایی عزیز راست میگه، هرچی دوست داری بخون. لبخندی زد و تا اومد حرفی بزنه صدای خان گل لبخند رو لبش رو خوشگوند. خان رو به دخترش گفت بابا جان هنرم شد علم، آخه شما دانشگاه تهران برو، در عوض من قول میدم هم کلاس پیانو بری هم برات پیانو بگیرم. خانم جان خیلی جدی گفت بهنام خان اجازه میدید در مورد این مسئله بعدن صحبت کنیم؟ مثل همیشه روی حرف همسرش حرفی نزد، اما کیاندخت دیگه اشتهایی نداشت. اون میدونست خان بهش اجازه نمیده. عزیز آروم سرش رو به طرف گوشش برگردوند و گفت بخور فداتشم بخور، میدونی که بابات مرغش یه پا داره. کیاندخت نفسش رو قورت داد و حرفی نزد. یکم بعد بیژن رو به برادرش گفت خان داداش کارا چطور پیش رفت؟ صحبت ها به سمت کار رفت و در این میان پدر بزرگ که مجبور بود به تلفن مهمی پاسخ بده تازه رسید. خودش اجازه داده بود شامو شروع کنن چون میدونست صحبت هاش طولانی میشه. همه میخواستن به پاش بلند شن که گفت سر سفره نه بفرمایید. تا نشست بالای سفره و سر جاش متوجه حال دختر جوان شد و گفت بابا جان تو چرا این شکلی شدی؟ با لحن شوخی گفت بگو کی بوده تا سرشو بیخ تا بیخ ببرم. پسرموش که یک سال کوچیکتر از کیاندخت بود گفت خانم دردونه دانشگاه قبول شده. پدر بزرگ دست دراز کرد و گفت بابا جان این ناراحتی داره، افتخار منی تو. محمد ادامه داد نه خیر، خانم هم هنر قبول شده هم علوم سیاسی و خانمو میگه فقط علوم سیاسی. پدر بزرگش نگاهی به کیاندخت کرد و نگاهی به پسر بزرگش. خان نگاه از پدرش دزدید و مشغول خوردن شد. پدر بزرگ گفت بهنام خان بابا با این بچه چی کار داری؟ هرچی میخواد بخونه، آخه چرا اذیتش میکنی؟ خان سر به زیر با لحنی ملایم گفت حاجی هنر آخه به درد این دختر نمیخوره، چه سازی چه آوازی، آخه مگه تو این مملکت زن میتونه بخونه؟ شاسنم آهی کشید و رو به پدر شوهری که عاشقانه دوستش داشت و میدونست که اونم بی نهایت عروس بزرگ و متینش رو دوست داره کرد و گفت پدر جون مگه هنر فقط خوندنه؟ آخه بهنام خان علاقه نداره، اما این بچه با هزار امید و آرزو کنکور داده. عزیز جون گفت بهنام عزیز این بچه رو نچزون، یه دونه بچه داری اونم عذاب نده، نذار دلگیر باشه ازت، این دختر خانومه با ادب هنرمنده، بذار کاری که دوست داره بکنه. خان رو به پدرش عزیز کرد و گفت در این باره در وقتی مناسب حرف میزنیم. همه میدونستن که حرف خان یکیه، مگر اینکه 1% به حرف شاسنم گوش بده، در غیر این صورت محال دختر به دانشگاه هنر راه پیدا کنه. شامو خوردن و بعد از جمع کردن و شستن ظرفا عزیز جون هندونه های خنک رو برش داد و توی سینی آورد. پدر بزرگ مشغول بریدن شد. کیاندخت دیگه دل و دماغ نداشت و حالش خوش نبود. اولین شطوری رو پدر بزرگ به دست کیاندخت داد. دختر از دست پدر بزرگ با لبخندی زیبا و غمگین گرفت، تشکری کرد و مشغول شد. پدر بزرگ آروم گفت امیدم قصه نخور، درست میشه، تا من زندم اشک تو سرازیر نمیشه. کیاندخت گفت الهی که 100 سال زنده باشیم پدر جون. شب تو راه برگشت هیچ کس هیچ حتی یک کلمه حرف نزد، چون همه میدونستن خان باید فکر کنه و اگر الان زیاد حرف بزنن ممکنه بدون فکر بگه باید بری و تمام. هنوز هم کمی امید داشتن. به خونه که رسیدن با بوق بلند سرایدار در رو باز کرد و وارد شدن. حیات طولانی و زیبایی که بیشتر به باغ میمون تا حیات رو طی کردن. ماشین کنار باقی ماشین ها پارک شد و راه افتادن توی خونه. توی خونه بوی غذا میومد. خانم جان گفت ای وا یادم رفت به اسمت خانم بگم که شام نمیایم. وارد که شدن همه منتظر بودن و اسفندود کرده بودن و خوش آمد میگفتن. خونه خیلی بزرگ بود، خدمتکار و آشپز و باغبون داشت. همه چشم انتظار آقا و خانم و وارث مهربونشون بودن. بعد از احوالپرسی خانم جان توضیح داد که یادش رفته بگه و شام خونه عزیز جون بودن. بی هیچ حرفی مشغول جمع کردن سفره شدن و مسافرها به سمت پله ها رفتن که به اتاق هاشون برن. کیاندخت فکر میکرد پا نداره و خودشو با زحمت به اتاق میرسوند. اتاق بزرگی که یه دیوارش سر تا سر پنجره بود و تراس رو به باغ سمت راست. تخت سفید رنگ زیباش و فرش دست باف سفید و آبی زیبایی که روی زمین بود. عکس روی دیوار بالای تخت بود و سمت چپ میز آرایش و کمد و میز تحریری که با سلیقه خودش به شکل میز آنشرلی داده بود ساخته بودن بود. قسمت پشتی اتاق حموم و سرویس بود و اون طرفش قسمت کفش و لباس‌های انبوهش. در واقع اتاق نبود، یه سویت کامل زیبا بود، پر از دکوریای زیبا و خاص. عکسایی که خودش از پدر و مادر و عزیز جون و پدر جون و همینطور مادر جون و آقا جونش گرفته بود. تو قاب‌های ارزنده و زیبا خودنمایی می‌کرد که وسط اون عکس زیبایی از خودش بود. دیوارو به طرز خاصی کلاسیک کرده بود. پشت بندش صدای در اومد. گفت بفرمایید.
دختر اسمت خانم بود، کم سن و سال نبود، اما خب زیاد هم سنی نداشت. 63، 64، حتی 5 ساله بود که از شوهرش جدا شده بود و اومده بود پیش مادرش. این میان به کیاندخ کمک میکرد و کارهای مخصوص اونو انجام میداد. کیاندخ که مثل بقیه با اون هم بی نهایت مهربون بود گفت: جانم، کاری داری؟ گفت: بله، اومدم کمک کنم چمدون رو باز کنی تا لباسای شستنی رو ببرم و کمک کنم جمع و جور بشه، چون میدونم تا صبح طاقت نمیاری. گفت: آره، بیا تو، بیا اونا اونجاست. لباساشو در آورد و توی سبد انداخت و رفت تا دوش سرسری بگیره. یکم بعد اومد و دید طاهره هنوز مشغوله، لباسا رو جمع کرده بود و داشت چمدون تمیز میکرد. کفشا رو با سلیقه طوری که کیاندخ بهش گفته بود تمیز میکرد و سر جاش میذاشت. رو به کیاندخ گفت: کیسه های خریدو هم بریزم؟ کیاندخ گفت: بریز، مراقب باشی شعرت نشکنه. طاهره با لبخند گفت: بازم عطر؟ دختر چه خبر آخه، عطر فروشیه مگه؟ اینقدر عطر داری؟ کیاندخ لبخندی زد و گفت: بله، بازم عطر رو همینه. عطر میدونی که من عاشق عطر رود کلونم. گفت: بله، میدونم. عطرا رو به سمت پشت برد و پیش باقی عطرا که کمم نبودن چید. ساعت رو توی کمد کنار ساعتها گذاشت و عینک ها رو کنار باقی عینک ها. الباقی خریدار رو هم هر کدوم رو سر جاشون گذاشت و ساک و چمدون رو مرتب کرد و سبد لباسا رو برداشت و به سمت بیرون رفت. کیاندخ گفت: طاهره جان، فردا اگر کسی زنگ زد یا گفت منو صدا کنی نکن، میخوام بخوابم، خیلی خستم، تلفن اتاقو میکشم، هیچکس، حتی خان یا خانم جان، بگو گفته میخوام بخوابم. طاهره چشمی گفت و رفت. پشت سرش دختر در قفل کرد و بعد از پوشیدن لباس خواب خودش رو به تخت سپرد تا مثل قالی سلیمون اونو به خواب ببره و مستقیم خواب رفتن به دانشگاه هنر رو ببینه. خودش رو تصور میکرد که داره پیانو میزنه و میخونه و شادتر از همیشه زندگی میکنه. آهی کشید و آباژور کنار تخت خاموش کرد و به خواب رفت. خوابی که حتماً باید خستگی سفرها از تنش در میآورد. پرواز طولانی تر از این هم رفته بود، اما صحبتهای شب انگار اونو کوفته کرده بود. مثل کسی که از جنگ برگشته یا حتی کتک مفصلی خورده باشه. صبح که چه عرض کنم، ظهر چشماش رو باز کرد. ساعت روبروش ساعت 1 ظهر رو نشون میداد. سریع از تخت اومد بیرون، دست و روشو شست، اومد لباس عوض کنه. عین جرقه حرفای دیروز به یادش اومد و حالش گرفته شد. لباس عوض کرد و گوشیشو از شارژ درآورد و به سمت پایین روانه شد. تاش بسخونه مشغول چیدن میز ناهار بودن. خانم جان نبود. فکر کرد شاید خواب باشه. سری سراغش رفت. اسمت خانم گفت: خانم جان تو حیاطن. چایشون رو تو آلاچیق بردم. به سمتش رفت. درست مثل آدمی که سالها مادرش رو ندیده اون رو با آغوش کشید و حالش رو پرسید. مادر با تمام وجود میوه زندگیش رو به بغل کشید و بویید و بوسید. عطر دختر جوان که مثل همیشه خاص و خنک بود رو به ریه کشید. گفت: بشین مادر. خوبی؟ چرا انقدر زیاد خوابیدی؟ خستگی در رفت؟ دختر نگاهی عاشقانه به مادر انداخت و گفت: خانم جان بله، اما خسته نبودم اونقدر، غمگین بودم بیشتر. خانم جان سرش رو پایین انداخت و گفت: میدونم مادر، حق داری، اما خودت میدونی پدرت اهل هنر نیست و نمیتونه درک کنه که چه خبر و علاقه یعنی چی. در این مورد علاقه ها رو البته. تو هم کوتاه بیا دانشگاه تهران برو، در کنارش موسیقی هم یاد بگیر. دختر کلافه اما با احترام و متانت همیشگی گفت: اما خانم جان من هیچی از این رشته نمیفهمم، اصلا اهلش نیستم. قلب من با موسیقی پیوند خورده، از همه مهمتر این زندگی منه، نخوام بابام. مادر ابروهاشو به هم کشید و گفت: کیاندخ دیگه هرگز این حرفو نزن. پدرت هرگز برای تو کم نذاشته که مثل بچه‌هایی که هیچی نداشتن و پدری بی مسئولیت داشتن حرف بزنی. دختر سرشو پایین انداخت و گفت: ببخشید، ببخشید، اما من چطور برم به اون دانشگاه وقتی دلم جای دیگه است؟ مادر شما باهاش صحبت نمی‌کنی؟ خانم جان گفت: معلومه که می‌کنم، حتما، اما هر دومون می‌دونیم که اون یه بار حرف می‌زنه و در این مورد همیشه گفته هنر دنیای به هم ریخته‌ای داره و پشت پرده‌های خوبی نداره. تو که دیگه می‌دونی. دختر ناامید و غمگین گفت: بله می‌دونم، ولی نمی‌تونم به همین راحتی هم از این موضوع بگذرم و کنار بیام. علی آقا به سرعت سمت در رفت. خانم پرسید: چی شده، کجا می‌ری؟ گفت: خان اومده، میرم درو باز کنم. خانم جان رو به دخترش کرد و گفت: قیافتو درست کن مادر، پدرت رو ناراحت نکن. ماشین پدر از بغلشون عبور کرد و متوجه اونا نشد. پشت سرش یه ایسوزو هم وارد حیاط شد. با تعجب نگاه کردم. مادر به علی آقا گفت: این کی بود؟ علی آقا بی‌خبر از همه جو گفت: نمیدونم خانم. خان گفت: بیان تو. هر دو به سمت خونه رفتن. کارگرها از ماشین و با لباس‌های مخصوص پیاده شدن. پشت ماشین رفتن و شروع به بیرون آوردن چیزایی کردن.
خان توی تراس ایستاده بود و نظارت میکرد. مادر دختر بهش رسیدن و سلام کردن. خان با سلامی بلند و بالا پاسخ داد. خانم جان با محبت و آرامش همیشگی گفت: بهنام جان، اینا کیان؟ چی آوردن؟ خان رو به دختر کرد و گفت: برای دوردانه هدیه ای دارم که البته این اولیش و دومی هم تو راهه. کیان دخت نگاهی کرد و دید یه سری وسیله چوبی مشکی رنگ رو میارن. گفت: خان بابا، چیه اینا؟ گفت: حالا میبینی. همین لحظه اسمت خانم اومد و گفت: آقا جان سلام. خانم جان، کیان دخت جان، نهار حاضره، بفرمایید تا سرد نشده. خان رو به آقایون گفت: بفرمایید نهار. تشکر کردن. گفت: علی آقا، کنار آقایون باش، اگر چیزی خواستن سری مهیا کن. رو به اسمت خانم هم کرد و گفت: شما هم شربت خنکی برای آقایون آماده کن. و به سمت میز غذاخوری رفت. بقیه که به داخل اومدن، مرد از خان پرسید: مایلید کجا باشه؟ خان گفت: میشه طبقه بالا رو ببینید؟ اگر اونجا خوبه اونجا، اگر نه هر جا که مناسبه بذارید. مرد چشمی گفت و رفت. خانم جان گفت: نمیخوای بگی اینا چیه؟ خان اومد حرفی بزنه که تیکه اصلی رو با چرخ مخصوص داخل آوردن. چشمای کیاندخ برق زد. رو به خان گفت: خان بابا، پیانو، پیانوه؟ خان خنده سر داد و گفت: بله، دخترم دانشگاه قبول شده، باید جایزه بگیره. دختر بغض کرد. این بغض هم شوق داشت و هم غم شوق پیانو و اهمیت پدرش به اون و اینکه این یعنی جای حرفی برای دانشگاه هنر نیست. خانم جان با مهربانی به همسرش نگاه کرد و به دردانش گفت: مبارک مادر جون، تو می نوازی و من می خونم. خان گفت: چه شود، من هم صفا می کنم. کیاندخ شادی پیانو رو به غم دانشگاه داد و برای اینکه پدرش رو ناراحت نکنه روی اونو بوسید. خان با ناراحتی گفت: بابا جان، تو رو به جان خانم جانت قصه نخور و از من ناراحت نشو. تو هیچی از هنر و هنرمندا نمیدونی. من دختر دستگلم رو زوری جایی نمیفرستم، اما یه روزی میشه که ازم تشکر میکنی. دختر تلخ خندی زد و سر به زیر انداخت. یک ساعت بعد پیانوی کلاسیک رویال مشکی رنگی طبقه بالا استوار و مقرور و زیبا و سرفراز سر جاش ایستاده بود. دختر بالا رفت، دورش چرخید. خانم جان هم مثل دخترش خوشحال بود. پشت پیانو نشست و تولد مبارکی که بلد بود و زد. بعد هم از اول تا آخر دست کشید روی کلاویه ها و رو به کیاندخ گفت: همسن تو که بودم یه مغازه بود که صاحبش یه پیانوی دیواری داشت. من باردار بودم. یادم نیست، شاید هم به دنیا اومده بودی، اما دقیقه ها پشت در می ایستادم و با حسرت گوش می کردم. اما هرگز جرئت نداشتم به پدرت بگم برام بگیره تا یاد بگیرم. کیاندخ تو خیلی خوشبختی که پدرت اینو برات خریده. همه چیزو فراموش کن و یاد بگیر. دختر که غم تو چشم مادر دیوانش میکرد سری به سمت مادر رفت و بغلش کرد. گفت: چشم خانم جان، چشم. هر چی یاد بگیرم به شما هم یاد میدم. فقط شما غصه دار نشو. مادر ای بابایی گفت و ادامه داد: از من که گذشت، اما تو با آرزوات پشت نکن مادر. با چنگ و دندون به دستشون بیار و نگذر. از هر چی که میخوای، هر چی که تو ذهنته، به هم قول بده. کیاندخ قول بده هر چی که شد تو موسیقی و هنر رو ول نمی کنی. دختر چشمی گفت و ادامه داد: خانم جان، قول میدم. قول میدم که یه روز به هم افتخار کنی. مادر گفت: من همین حالا هم به تو افتخار میکنم. خان بالا اومد و به به چهچهی سر داد و گفت: چطوره بابا، دوستش داری؟ دختر گفت: عالیه خان، عالی، خیلی دوستش دارم. خانم جان هم به رسم احترام از همسرش تشکر کرد و خان گفت: برای دومی هم آماده باش که اون دیگه مثل این نیست و باید 100 تا بوسم کنی. کیاندخ که منظور پدر رو سریع فهمید به سمتش رفت و مثل همیشه صورت پدر رو بوسه بارون کرد و در آخر دستش رو بوسید. پدر همون رو بوسید و گفت: من چرتی میزنم، ساعت 4 مهمان داریم. خانم جان فوری گفت: چه مهمانی بهنام خان؟ بگو بگم اسمت خانم آماده باشه. گفت: نه خانم، مهمان اونجوری نیست، وسیله میاره و میره، ولی خودم باید تحویل بگیرم. خانم آهانی گفت و با همسرش راه افتاد. کیاندخ پشت پیانو نشست و نگاهش کرد. قطره اشکی از گوشه چشمش راه گرفت به سمت گونه هاش و این پیانو رو مفهوم خداحافظی با دانشگاه هنر دید و بهش لبخند زد. گفت: من تسلیم نمیشم، من به خانم جانم قول دادم. بعد هم به سمت اتاق رفت، کتابی از کتابخونه راه رو برداشت و روی تختش ولو شد. مشغول خوندن بود، انگار از خواب سیر نشده بود که وسط خوندن کتاب چشمهاش سنگین میشد. یهو به خواب رفت. با صدای خان که صداش میکرد از خواب پرید. فوری رو سریش و سر کرد و به سمت پایین رفت. صدای خان از حیاط میومد و دوید سمتش. گفت: جانم. همینطور که نزدیک میشد از دور ماشین آلبالوی رنگی رو دید که تو حیاط بود. خان گفت: چطوره بابا، دوستش داری؟ کیاندخ گفت: به، برای منه؟ خانم جان آروم به سمتشون میومد. گفت: بله بابا، برای شماست. یوندازرای آلبالویی، شایدم عنابی.
ماشینی که خیلی دوستش داشت. با اون که هم خان چند ماشین داشت و هم خانم جان کیاندخت از ماشین مادر استفاده میکرد. اما تا حالا برای خودش هیچ وقت ماشین نداشته. خانم جان بهشون که رسید حد زده بود چه خبر و با لبخند اومد و نگاهی سرشار از تشکر اول از همسر و بعدم با مهر به دخترش کرد و لبخند زد. خان رو به تک دخترش که عزیزترینش بود و حالا میخواست به اون بفهمونه که اگر رو حرفم حرف نزدی ولی من حواسم هست و این شکلی ممنونتم، گفت بابا دوستش داری؟ چون قبلا به مامانت گفته بودی اینو گرفتم، اما بازم اگه دلت بخواد میریم هر چی دوست داری بردار. کیاندخت که امروز دوتا از بهترین هدیه ها رو گرفته بود اما دلش رنجور و شکسته بود لبخندی زد و گفت ممنون خان بابا، همین عالیه. مردی که ماشین رو آورده بود خواست سویچ رو به دست دختر بده، اما خانون رو گرفت و خودش به دختر داد. این یعنی این حریم منه، تو حق نداری این کارو کنی که دخترم حتی برای گرفتن سویچ دست به سمت کسی دراز کنه. و واقعا همین موضوع براش مهم بود. یه جورایی هر کاری میکرد که هر چیزی که لازمه خودش برای زن و بچهش تهیه کنه. مرد که درو بست با اشاره مادر دختر به سمت پدر رفت و با چهره زیبا و غمگین و خواستنی گفت خوبه، خب گفته بودید برای این هدیه 100 تا بوس میخواید درسته؟ خان لبخندی زد و گفت حالا 10 تاشم قبوله. کیاندخت گفت نه، من تا 100 نشه ول نمی کنم. خان بدون هیچ حرفی شروع به دویدن کرد، فریاد زد اگه بگیریم قبوله. خانم جان و دختر با خنده به هم نگاه کردن. دختر حال و روز خوبی نداشت اما ذره ای از عشق بی نهایتش به پدر کم نشده بود. خانم جان چشمکی به کیاندخت زد و شروع به دویدن کردن. خان به سمت انتهای حیاط میرفت، البته حیاط که نه، باغ بزرگ و زیبا پر از گلهای زینتی و درختهای سر به فلک رسیده. دختر دنبالش میرفت و واقعا خان سری میدوید، اما یکم که رفتن نفسهای دختر به شماره افتاد و روی زمین نشست. خانم جان و خان هر دو با نگرانی و حال بد به طرفش پاتون کردن. خان فریاد میزد اسمت خانم آب بیار. خانم جان طوری روی زمین کنار دختر نشست که زانوش با ضرب بدی به زمین خورد و با ناله‌ای که نوای آخ داشت گفت کیاندخت مادر پاشو خوبی؟ حرف بزن. تون نفس میکشید. اسمت خانم با آب رسید. خان فریاد وحشتناکی کشید اسمت اورژانس. دختر رو روی دستش گرفت و بدن ظریف و زیباش رو از زمین بلند کرد و به سمت خونه می برد. نفسها به شما رو افتاده بود. خان فریاد بلندتری کشید شاهسنم قرصاش. خانم جان انگار تازه یادش اومده بود که دخترش قلب سالمی نداره به سمت بالا دوید و دوروبر تخت روی میز خبری از قرصا نبود. با بیچارگی فریاد زد خدایا پس کجاست؟ تایره در اتاقو باز کرد و به سمت میز آرایش رفت. کشوی اولو باز کرد و جعبه کوچیک و زیبایی رو با عجله به دست خانم داد. مادر نگران به سمت پایین دوید. چند باری نزدیک بود پله ها رو با کله بره پایین و به طرفشون رفت. جعبه از دستش افتاد و به سمت پای خان رفت. سریع و بی هیچ فکری در جعبه رو باز کرد و در همین لحظه علی آقا درو باز کرد و دو نفر که دکترهای اورژانس بودن به سمتشون اومدن. خان که تا به حال هیچ کس تو هیچ شرایطی اونو اینجوری ندیده بود جعبه قرصا رو به دستشون داد و سر دخترش رو روی پاش گذاشت. دکتر رو به سمت خانم جان کرد و گفت سابقه داشتن؟ تا به حال این حمله بهشون دست داده؟ خانم جان گفت بله بله، ناراحتی قلبی دارن و نباید دچار هیجان بشن. دکتر پرسید الان هیجانی شدن؟ خان گفت نه، فقط کمی دویدن. قرص رو زیر زبونش گذاشتن و شروع به گرفتن فشار و چک کردن باقی چیزا کردن. پزشک اورژانس گفت تحت نظر دکتر هستن؟ خان گفت بله هستن. مرد گفت باید به بیمارستان بره، الان ضربانش پایین میاد اما ممکنه مقطعی باشه و دوباره تغییر کنه. خان گفت خودمون میتونیم ببریم؟ مرد گفت بله بهتر خودتون ببرید، ماشین ما تکونهایی داره که قطعا برای بیمار قلبی مناسب نیست. خان بی هیچ حرفی دخترش رو مثل پر کاه بلند کرد و به خانم جان گفت پروندهشو بیار. خانم جان به سمت بالا پاتون کرد، چادر خونگی رو با چادر مشکیش عوض کرد و سری پایین رفت. ماشین جدید جایی بود که نمیشد خان ماشین بیاره، اگر اون رو هم به گاراژ میبرد قطعا زمان رو از دست میداد. دختر رو تو ماشین جدید خودش گذاشت و تا رسیدن همسرش صبر کرد. خانم جان که رسید گفت عقب بشین، سرش رو روی پات بذار تا بلند باشه. خودش پشت فرمون نشست و با سرعت خیلی زیادی حیاتو به سمت بیمارستان ترک کرد. راه کم نبود اما چون جمعه بود نسبتا خلوت و کم ترافیک. خانم جان توی راه مثل همیشه بی صدا و آروم اشک میریخت. خان هم که مغرور و اخمو بود، البته برای دیگران همسر و فرزندش تنها کسانی بودند که میدونستن اون چقدر عمیق مهربون و خوش اخلاقه، شروع کرده بود به نفسهای عمیق کشیدن. همسرش بعد از 20 سال زندگی میدونست این یعنی میخواد بغضش رو فرو ببره. با صدای آروم گفت شاسنم
اگر این دختر چیزیش بشه من دیگه دووم نمیارم. و شدت گریه شاه صنم رو دید، گفت خوب میشه مگه نه؟ آره آره بابا خوب میشه، من اون رو قوی بار آوردم. خانم جان گفت بهنام من بدون اون نمیتونم، آخه چرا باید بین این همه آدم، این همه بچه، اونم بعد از اون همه سختی که ما برای بچه دار شدن کشیدیم، باورم نمیشه، نمیتونم تحمل کنم. کاش بشه من قلبم رو بذارم تو سینه بچم. دختر با درد بدی کم کم به هوش میومد. شاه صنم از پشت به همسرش زد، اون از آینه نگاش کرد و شاه صنم انگشت روی بینی برد به علامت هیس و به دختر اشاره کرد، یعنی حرف نزن. خان به عقب سر کشید، صدا زد بابا دخترم قلب من خوبی؟ جان دخت نمیتونست حرف بزنه، میدونستن که بعد از حمله چند ساعتی حالتش همینطور میشه. کیان دخت چشماشو باز کرد، شاه صنم اشکاشو پاک کرد و لبخند زد. مامان خوبی؟ با چشمای بیروح و خسته اشاره کرد که یعنی خوبم، اما اگر خوب هم نبود محال بود اجازه بده به خاطر حال اون مادرش اشک بریزه. خان دوباره با خنده‌ای تسنونی گفت شاه صنم دخترت خیلی زرنگه، برای اینکه به من بوس نده ببین چه کارا که نمیکنه، ببین چه شاموت بازیایی در آورد. دختر به روی مادر لبخندی زد و شاه صنم گفت جانم بخند مادر بخند. نزدیک بیمارستان شدن، فوری با بوق به نگهبان به نشانه مریض داریم علامت دادن. نگهبان فوری در رو باز کرد و خان داخل رفت. به محض پیاده شدن با علامت نگهبان برانکارد با دو پرستار به سمت ماشین اومد. فوری خان و پرستار دختر جوان رو روی برانکارد قرار دادن و به سمت داخل رفتن. کارها انجام شد و با دیدن پرونده متوجه همه چیز شدن. اون همیشه با همون بیمارستان میرفت، هم پزشک مخصوصش که یکی از بهترین ها بود اونجا بود و هم تجهیزات پزشکی با توجه به بیماری دختر توی اون بیمارستان عالی بود. کیان دخت باز هم چشماش بسته بود، نوار قلبی گرفتن و پزشک خودش یک ساعت دیگه میومد. نوار قلبی از شدت ضربان بالای قلب خبر میداد، اما حمله نه. خان نفس راحتی کشید، خدا رو شکر گفت. خانم جان از اتاق بیرون رفت تا دخترش اگر بیداره متوجه اشکای مادرش نشه. خان که میدونست مادر چرا بیرون رفته به دیوار تکیه داد، دستای دخترش رو به دست گرفت و در دل با خدای خود دعوا کرد. چرا این بچه مظلومیتش رو نمیبینی؟ خدای من تو چه خواستی من نکردم؟ به دادم برس، نجات بده این بچه بیگناه که به زور تو دنیا نگهش داشتی. یه روزی بیشتر از یک ساعت گذشت و دکتر به بخش اومد. بهش گفته بودن مریض کیه، با سرعت میومد. اون کم کم 14 سال بود که پزشک این بیمار زیبا و خواستنی بود. با خان دست داد، بالا سر بیمار رفت، درجه اکسیژن رو کم کرد، نوار قلبی رو چک کرد و سری تکان داد. خان با صدای آروم گفت دکتر. به خان نگاهی انداخت و گفت میام اونور صحبت میکنیم. خان میدونست این علامت خوبی نیست، بیرون نرفت، اما نگاه از دکتر گرفت و به دخترش خیره شد. دکتر با صدای آروم و ملایمی گفت کیان دخت دخترم بیداری؟ کیان دخت چشماشو باز کرد. دکتر گفت خوبی؟ چه خبر؟ پاشو هیچ چیت نیست، این پدر و مادر بیچارت رو پیر میکنی با این لوس بازیات. قطره اشک از گوشه چشمش به سمت بالش روانه شد. دکتر گفت همیشه گفتم بازم میگم این دختر زشت و لوس بار آوردین. خان با غم عمیقی به دخترش نگاه کرد. دکتر رو به کیاندخت گفت میتونی حرف بزنی؟ کیاندخت بریده و آروم با صدایی که از ته چاه در میومد گفت سلام. دکتر گفت به به علیک سلام. کیاندخت به پدرش نگاه کرد، صدا کرد خان. خان به سمتش رفت. جان خان، عمر خان، میوه بهشتم، بگو بابا. گفت خوبم خان، خانم جانم کجاست؟ خان گفت الان صداش میکنم بابا، الان. خان بیرون رفت. شاسنم بیا، شاسنم بیا. خانم جان نگران گفت چی شده؟ گفت هیچی، کیاندخت صدات میزنه. سری داخل شد و دکتر رو بیرون دیده بود، پس مستقیم بالا سر دخترش رفت. جان من بگو مادر. کیاندخت صداشو باز کرد و با لبخندی شیرین که چهرش رو خواستنی تر میکرد گفت خوبم خانم جان، نترسید. دکتر مشغول نوشتن بود و رو به پرستار گفت اینا رو بفرست داروخونه و داروهاشو بیار. پرستار میدونست این وظیفه همراه بیماره، نگاهی کرد به خان و همسرش رو چشمی گفت و رفت. دکتر گفت خوبی، هیچ چیت نیست، فقط نازتو کشیدن زیادی لوس شدی. کیاندخت چشم از مادرش بر نمیداشت، تمام ترس اون تو دنیا ناراحتی مادر و البته پدرش بود. دکتر گفت سرم که تموم شد میری خونتون، خدا رو شکر اینجا نمیمونی، تا صبح اداتو ببینم و اعصاب خردی بکشم. کیاندخت لبخندی به روی دکتر پاشید و به سمت در رفت.
اون مریض محبوب و دوست داشتنی دکتر بود. شب‌های زیادی کیاندخت روی اون تخت با دکتر حرف زده بود و از ترس‌هاش وقتی که نباشه و مادرش رنجور بشه، از تمام اتفاقاتی که بعد از اون میافتاد و اون خبر داشت. دکتر هم با این حرفا اونو میخندوند و همیشه کنارش بود. اما این خبرهای خوبی برای این پدر و مادر نبود. باید چیزهایی رو میگفت که دلش نمیخواست. بیرون اتاق پدر مادری منتظر چشم در چشم دکتر بودن که سالها بود اونا رو میشناخت و از علاقه و خواستن عجیب این خانواده به هم با خبر بود. کمی فکر کرد و گفت: جدی گفتم آقای معتمدی، خوبه، یعنی از همیشه بهتره، اما یه چیزی دریچه دهلیز داره پیغام میده که این داروها دیگه برای من سازگار نیست، نیاز به دوز بیشتر و قوی تری دارم. خان گفت: چی کار کنم؟ بگو دکتر. دکتر گفت: هیچی، بازم برای عمل پیوند آماده نیست و مجبوریم دارو بدیم، اما ممکنه خودش با این داروها کنار نیاد. خان گفت: چطور مگه؟ ببین، باید قوی باشید، تا چند ماه هم حالش به هم میریزه، هم استفاده این دارو با روحیه‌ای که من از اون خبر دارم سازگار نیست، باید آمپول بزنه. شاهسن هم عقب عقب رفت و تا امروز هر کاری کرده بودن که به این مرحله نرسن. با بغض گفت: دکتر تو رو خدا، هیچ راهی نداره؟ گفت: خانوم، یقین بدونید اگه میشد بازم این دارو رو عقب مینداختم، اما دیگه نمیشه، تا وقت عمل باید این کارو بکنه. فقط یه چیز دیگه، این دارو درسته که داروی قوی و خاصیه، اما درمان نیست. ما قلب و نگه میداریم که بتونیم دهلیز رو آماده کنیم و از رگهاش کمک بگیریم برای عمل. این به این معنی نیست که اون یه فرد عادی میشه، بازم با نهایت محبت و آرامش بدون هیچ چالش و شکی باید ادامه بده. همونطور که گفتم، مثل همیشه فقط بد اخلاقی و غم و قصه برای سم نیست. خبر خوب، خبر بد، هیجان از خوشی و خوشحالی و ورزشی که بیش از تحمل اون باشه و دوباره اونو دوچار شک میکنه. دو هفته اول باید هر روز دوبار آمپول بزنه، اما بعد اون وقتی خودش حس کرد که ضربانش عادی نیست استفاده میکنه. به هیچ عنوان وقتی داره از آمپول استفاده میکنه اطرافش نباشید، نگاه نکنید، نپرسید آمپولتو زدی یا نه، چون تمام این مدت و نگرانی اون از شروع این درمان شما و حالتون بوده و هست. پس بسپاریم به خودش، اون به شدت روی شماها حساسه، یعنی ممکن اگر 24 ساعت با شما باشه از آمپولش استفاده نکنه، و این با کمال شرمندگی برای زدن این حرف یعنی مرگ تدریجی اون. خانم جان با هق هق اونجا رو ترک کرد. خان رگای گردنش و پیشونیش باد کرده بود. شاید تو دلش میگفت: کاش منم زن بودم و میتونستم بلند بلند گریه کنم. دکتر گفت: آقای معتمدی، خوب شد که خانومتون رفت، اما این دارو از لحاظ روحی هم روی اون تاثیر داره، ممکنه یکم اونو گوشه‌گیر و بهونه‌گیر کنه، فقط اوایلش، بعدش کم کم باهاش کنار میاد، اون دختر قوی و منطقیه. پس از این به بعد کار شما بیشتره، سعی کنین اگر توی 24 ساعت سفری جایی بودید اونو روزی دوبار تنها بذارید تا کارش رو انجام بده. خان گفت: پرستار میارم تا آمپولش رو بزنه. دکتر سرش رو پایین انداخت و گفت: نمیشه. خان گفت: باید بیارمش، چیکار کنم؟ دکتر گفت: خیر آقای محترم، تمام حساسیت این دارو برای اینه که خودش باید اونو تزریق کنه. خون به صورت خان دوید و سرخ شد. گفت: دکتر چی میگی، خودش؟ گفت: بله، خودش. ما قبل این که ببینش توضیحاتو بهش میدیم، شاید از ما بخواد به شما نگیم، میشناسینش دیگه، پس شما هم بروش نیارید. برای حرف آخر میگم، این دارو خیلی خطرات رو دور میکنه، اما باز هم تکرار میکنم، درمان نیست و باید مرتبونو ببینیم. خان گفت: تا کی باید استفاده کنه؟ دکتر گفت: تا همیشه، یعنی تا روزی که عمل پیوند انجام بشه، که ما نمیدونیم این دریچه کی به ما این اجازه رو میده. قبلا هم گفتم ما هزاران بیمار با دریچه دهلیز سوراخ داریم، اما بی خطر و تو بچگی درمان میشه و بسته، اما این مورد موردیه که بین میلیون ها آدم نصیب هزار نفر میشه. آقای محترم، فقط هزار نفر سالهای قبل هم گفتم این مورد انقدر نادره که من براش مطالعه کردم، تحقیق کردم با پزشکایی تو دنیا که این بیمار رو داشتن. پس لطفاً صبور باشید و هر چی گفتم انجام بدید. آرامش بزرگترین داروی اونه، و بعد زمانی که بتونه آمپول بزنه. اون دختر مهربونیه، نباید کسی ببینه که اون داره تزریق رو انجام میده.
اما شما به یه جلسه خانوادگی نیاز دارید که شرایط اون رو مو به مو برای همه توضیح بدید تا کسی ناخواسته اون رو هیجان زده نکنه، خوشحال بیش از حد یا ناراحت نکنه. متاسفم اما آقای معتمد، یه چیز دیگر رو هم باید بگم. لطفاً خانومتون رو صدا بزنید.